الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كان من عز صفاته إنه لم يلد ولم يولد وعرفنا وحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحد حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه المنتجبين المكرمين على هداة المهديين ولعنت دائمته على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاصد حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بلند الله مکتب آشوجای امام حسین و دانشگاه سربازان دلیر مکتب اسلام در صحنه عاشورا و واقعه عاشورا واقعا برای هر انسانی و هر جوانی و نوجوانی به عنوان یک منبع بزرگ برای استفاده کردن از دراسات اخلاقی و انسانی و اجتماعی و سیاسی می تواند از منبع قضایای کربلا استفاده نماید. سیاسیون مباحث سیاسی را از طریق انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام استفاده می کنند و درس از انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام می گیرند. همانطور که گاندی آتش پرست ایشان میگوید: من چیزی تازه‌ای برای مردم هند نیاوردم که هندوستان را از چنگال انگلیس نجات دادم، اینها نتیجه مطالعات من از مکتب عاشورای امام حسین و زندگی‌نامه امام حسین و تاریخ انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام است. و همانطور محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان و رهبر و مرشد و منجی ملت قهرمان پاکستان، ایشان میگوید: هر ملتی که مقصد امام حسین را داشته باشد و به دنبال امام حسین حرکت نمایند، خوار و ذلیل نخواهد گردید و در مقابل همه استعمارگران تاریخ و جلادان و خونخواشامان زمان پیروز خواهد شد. اجتماعیون مسائل اجتماعی را از قضایای کربلا و زندگی‌نامه و بیوگرافی حضرت امام حسین علیه السلام موضوعات اجتماعی را و درس‌های اجتماعی را از مکتب عاشورای امام حسین علیه السلام می‌گیرند.
اساطیر دروس اخلاق، اون موضوعات اخلاقی و نکات اخلاقی را در مسیر انقلاب امام حسین علیه السلام و از انقلاب امام حسین علیه السلام فرا می‌گیرند. اون کسانی که ادیب هست و اون کسانی که دنبال تربیت اسلامی، تربیت جوانان، تربیت نوجوانان و تربیت جامعه اسلامی بر همون منهاج و روش پیامبرگونه و قرآنگونه از انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام فرا می‌گیرند. پس بنابراین در انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام موضوعات مختلف دراسی وجود دارد که هر شق و هر صنف می تواند نکات را و موضوعات را از انقلاب عاشورای امام حسین و زندگی نامه امام حسین علیه السلام فرا بگیرد. یکی از موضوعات مهمی که در انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام خوابیده است موضوع تربیتی است که در چوکات اسلام و قرآن معرفی شده است. می‌بینیم در مکتب عاشورا چقدر بالاترین درس‌های از نگاه تربیتی وجود دارد که هر خانواده و هر معلم، هر دانش آموز می تواند شمعی از این فضائل و نکات اخلاقی و تربیتی را از مکتب عاشورای امام حسین فرا بگیرد. می بینیم که در این انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام اطفال و جوانان که بزرگترین قشر از جامعه انسانی و اسلامی وجود دارد سهم فعال دارد. حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر و طفلان مسلم در قضیه انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام و امام متمم و مکمل انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام به حساب می‌آید. یکی از جان‌گدازترین و حادثه تلخ و ناگواری که در قضایای کربلا در مفاهیم بیان شده است موضوع به شهادت رسانیدن مسلم ابن عقیل و بچه های دلبند و یتیمان نورس آنهاست که به عشق امام حسین علیه السلام اینها جانفشانی کردند و در همین مسیر به شهادت رسیدند و ندای الهی را لبیک گفتند. داستان طفلان مسلم یکی از داستان‌های بسیار مهم و دقیق و اساسی در مکتب عاشورای امام حسین علیه السلام است. می‌دانیم که تنها سفیری که امام حسین از مکتب فرستاد به طرف مردم کوفه شوهر خواهرشان، خواهرش که اسمش رقیه است، به نام مسلم بن عقیل که سرعموی خش را به عنوان شخص امین و فداکار و به عنوان سفیر درجه اولای خود فرستاد تا این که برود در شهر کوفه و مردمان کوفه را از آمدن و تشریف آوردن فرزند پیغمبر خدا حضرت امام حسین علیه السلام و
باخبر ساز. آنطوری که در مقاتل آمده است تعداد 18,000 انسان آمدن با مسلم ابن عقیل بیعت کردن و حد شروع بود زمانی که مسلم ابن عقیل در داخل مسجد کوفه انشاءالله خداوند قسمت بکند برمید مسجد کوفه عزیزانی که رفته است بزرگترین مسجد از مساجد اسلامی که مساجد بزرگ اسلامی مسجد الاقصا، مسجد النبی، مسجد الحرام بعد از آن نوبت برسد به مسجد کوفه که اینجا هر مسافر که نرود نمازش تمام خوانده میشه. یعنی انسان مخیر است بین اتمام و بین ترس دلش میخواهد دو رکعت نماز بخوانه نماز مسافر را و دلش میخواهد که نماز چهار رکعتی خودها را تمام بخواند. پرفضیلت ترین مسجد از مساجد اسلامی مسجد کوفه که در داخل این مسجد مقامات بسیار بزرگی از محل نماز گذاردن جبرئیل امین و پیامبران الهی در این مکان مقدس مشاهده می شود. کسانی که می خواهد برود مسجد کوفه اگر واقعا زیارت کامل را انجام بدهد از سوخت حرکت بکند برد اونجا تا نماز ظهر یک شخص کمربسته و جوان شاید بتواند که اعمال مسجد کوفه را انجام دهد. در همین مسجد کوفه زمانی که مسلم ابن عقیل نماز میخواند تعداد 18,000 انسان در پشت مسلم ابن عقیل اقامه نماز میخواند. اما ببینید غریبه مسلم را چقدر مسلم غریب واقع گردید، چقدر مظلوم واقع گردید. شخصی که یک نفر دیگر پشتیبان نداشت در آخرین شب شهادتش موقعی که وارد مسجد کوفه میگردد مسجد مملو و مکروس است از نمازگزاران و اصحاب و دوستداران واقعیشان. اما زمانی که نماز مسلم تمام می شود می بیند که به دنبال سرش مشاهده می کند می بیند نفری در داخل مسجد کوفه وجود ندارد. قبلا در مهمانی نمی رسید اون شخص سرمایه‌دار می گوید امشب مهمان ما هستی. اون مؤمن و اصحاب می گوید مؤمن امشب مهمان ما هستی. صحابه دیگر می گفت امشب مهمان ما هستی. دوستداران دیگرشان می گفت آی مسلم امشب جای نرو مهمان ما هستی. اما در شب شهادتشان هیچ کسی نبود و غیر از خودش و یک نسل که باقی مانده بود. چقدر مظلوم موقع شد این مسلمی که سفیر امام حسین در همان موقع هویدا بود. ایشان رو کرد به طرف مکه و ندا در داد حسین جان به طرف کوفه نیا که مردم کوفه وفا ندارند. اگر به طرف کوفه می آیی مبادا خانم زینب را همراه خود بیاری، مبادا بچه ها و یتیمانت را با خود به همراه بیاری. نامه می نویسد مسلم به دست دوست پیدا نمی کند به دست دشمن می دهد. برای حسین ابن علی نامه می نویسد مولا جان به طرف کوفه نیا مردم کوفه وفا ندارد. اگر می آیی خواهر زینب را همراه بچه های به طرف کوفه نیا. این است از حال مردم کوفه که یک نفر در شب شهادت مسلم باقی نماند. بدن مسلم را از بالای برج دارالعمارت پایین انداختند و جنازه مسلم را به گردنش طناب انداختند در میان کوچه ها و پس کوچه های کوفه در دم اسب می کشانیدند.
رضاست که داستان کربلا و واقعی کربلا یکی از حادثه ها و واقعه های بسیار دلخراش موضوع مسلم ابن عقیل و طفلان مسلم ابن عقیل پدرانی که در مجلس ما حضور دارن می دانند که بچه چقدر شیرین است و شیرین می شود مخصوصا اون زمانی که 10 ساله یا 9 ساله یا 7 ساله می شود زمانی که زبانش تکمیل می شود پدر پدر می گوید بابا بابا می گوید شیرین زبانی می کند در جلوی پدر می دود این طرف آن طرف چقدر خود را دوستدار بابا و مادر می کند اما قبل از آن مسلم چه کار میکنه قبل شهادتشان طفلانش را به نام محمد ابراهیم که 1 9 ساله و 1 8 ساله به تاریخ دیگر 1 8 ساله و 1 7 ساله بودن محمد بزرگتر و ابراهیم کوچکتر این در خانه شرعی قاضی میزنه صلوات بلند بدن الله مسلم ابن عقیل 2 تا فرزند دلبندش را محمد ابراهیم را برای شورای قاضی تسلیم می کنند شورای قاضی قاضی کوفه است کسی است که ایشان سیاستمدار به کیاس و فتن است که در تمام حکومت ها ایشان قاضی محکمه کوفه بود چقدر انسان زیرک و دانا باشد که در تمام حکومت ها ایشان قاضی محکمه باشد مسلم ابن عقیل هم محمد ابراهیم را برای شورای قاضی تسلیم کرد که اگر من زنده ماندم این امانت در خانه شما برای شخص امینی تسلیم بکنید که این 2 تا طفل را برای مادرش در مدینه برسانید که این 2 تا طفل خواهر زاده های امام حسین علیه السلام هستند میگه شورای قاضی زمانی که خبردار می شود مسلم بن عقیل به شهادت رسیده از طرف امیر عبیدالله زیاد اعلام می شود هر کسی که خبر داشته باشد از طفلان مسلم اگر خبر نکند اون را به قتل برسانید و خانه ای که در آن طفلان مسلم مخفی شده و خانه را به آتش نشانید شورای قاضی چشم بر میگرده به خواهر بسیار ناراحت است چشمان ششتارو دارد طفلان مسلم اگرچه بچه است کوچیکه اما بسیار سیاه است بسیار ذکی و دانا و با فهم و با شعور از چهره شورای قاضی درک میکند که یک واقعه هست یک خبر هست خبر بسیار مهم و دردناک که این قد شورای قاضی ناراحت هست سوال میکنه آقا شورای شما چرا ناراحت به نظر میرسید در جواب میگوید خبری نیست بعد اینها اصرار میکنند شورای قاضی در جواب با چشمان گریان یه هر دو قاطیف را در گردنش را در بغل میگیرن سلام زن فرزندانم خبری که برای شما نباید میگفتم این است که بابای شما مسلم را در کوفه امروز به شهادت رسانید بدنش را در جلوی دارگاه اماره انداخته و شما باید این چند خانه ای مرا ترک بکنید به خاطر اینکه جاسوسان عبیدالله زیاد خانه به خانه دنبال شما میکنند به فرزندش اسد دستور میدهد که اسد یا این 2 تا طفل مسلم امانت است در جلوی ما اینها را زمانی که نزدیک سحر شد نزدیک اذان صبح شد شنیدم یک کاروانی به طرف مدینه میرد این طفلان مسلم را ببر به اون کاروان تحویل بده که ببرن به مادرشان در مدینه برسانند مادرشان چشم انتظار را اصلا نگه خواب نمی رود آخرهای شب طفلان مسلم را حرکت به هشت رای قاضی
برای هر یک از بچه های مسلم مبلغ 50 دینار اون موقع به عنوان سفر خرج بود. اینها با اسد فرزند شرایط قاضی حرکت میکنند. آخرای شب نزدیک سحر هست، دوام دوام می آید بیروی شهر کوفه. زمانی که اونجا میرسد از درخته های خرما عبور میکنند. عزیزانی که رفته است، کوفه ماشاءالله مرکز اشجار و درخته های خرما دارد. شخصی که نابلد باشد نمیتواند از میان درخته های خرما عبور بکند و خود را به درون برساند. اینها از داخل درخته های خرما زمانی که حرکت میکند میآید بیرون. اساس میگوید عزیزان من، به گمانم کاروان رفتن او سیاهی در دامنه این دشت نشاهده میکنیم شاید آخر قافله باشد، آخر کاروان باشد. هرچی زودتر و تیزتر برگیر خود را به قافله برسند. خود اصحاب سر میگردن، این بچه ها میدود، این طرف و طرف نابلد هست، جا را بلد نیست، چاه را بلد نیست، طریق را بلد نیست. گاهی این طرف، گاهی اون طرف، گاهی از جوی میآید، جوی های آب رد میشن و هرچی نادری خبری از کاروان نشد. تا این که صبح تراوشن شدیدار شد، خورشید شلوغ کرد. در کنار درخته های خرما اینها آمدن خود را مخفی کردند. در همان نزدیکی ها یک چوپان مشغول به چرانیدن گوسفندا بود، این جاسوس عبید الله زیاد. زمانی که خبر شد از این تا پسر اینجا هست، از اینا سوال میکنه. اینا میگوید ما فرزندان مسلم ابن عقیلیم، به طرف مدینه میرویم. فورا این جاسوس فرزندان مسلم ابن عقیل را گرفته میآورد در جلوی عبید الله زیاد. عبید الله زیاد داستانش بسیار مفصل است. این در درون زندان میاندازد. رئیس زندانبان، زندانبان یک کسی است که برای اینها یا آب میآورد، نان میآورد. اینها نمیداند اسمش مشهور زندانبان است، یکی از پیروان مولا علی علیه السلام و السلام، دوستداران اهل بیت. میگه برای اینها چی کار میکرد زندانبان؟ هر روز صبح، هر روز مغرب، در غروب آفتاب یک قرص نان با همراه یک کاسه آب میبرد. صلوات بلند بلند اللهم صل على محمد و آل محمد. هر روز برای اینها در غروب آفتاب یک قرص نان با کاسه آب می آورد. محمد ابراهیم با هم دیگر فیصله کردن، برادر عزیزم، برای من شما که صبح غذا نمی آورد، ظهر نان نمی آورد، فقط مغرب یک گرده نان، یک چکی و همراه یک کاسه آب می آورد، چی بهتره که بعد از این من شما روزه ها رو روزه بگیریم. ببینید این تربیت اسلامی است. این بچه های کوچک را ببینید، روزه گرفتن در درون زندان. ما جوانان داریم که در گنجا با اینکه نه مریض هست و نه کدام مشکل دارد، در ماه مبارک رمضان روزه نمیدارند. بچه های مسلم اینها واقعا مدرس اخلاق، مدرس احکام. در درون زندان این بچه های 8-7 ساله میگوید روزه ها بهتر روزه میگیریم و شرش ها افتار دارد. رضاست که اینها روزه ها روزه میگرفتن، شرش ها همین یک چکینانی که داشت همراه کاسه ها افتار دارد تا فردا شرش به غذای ما داشت. برای اینها بسیار سخت میگذرد. منتظر بودن که یک راهی، یک فرج برای زنها پیش بیاید تا خود رازی زندان و محبس نجات بدهیم به طرف خانه حرکت بود. مادرشان منتظره، خود زنها هم منتظره که به مادرشان خود را برسانند.
پدرشان به شهادت رسیدند. اینها با هم دیگر تصمیم گرفتن خود را معرفی بکنن با مشکور زندان‌دار که رئیس زندان‌دار هست، اگر دلش به رحم بیاید شاید اونا را آزاد بکنه. مشکورم فقط روز یک بار زندان به اتاق اینها سر می‌زد و اون گرده نان و اون کوزه آب یا کاسه آب را تسلیم اینها می‌کرد. زمانی بروب نامد مشکور محمد رفت جلو، صدا زد برادر عزیز اسم شما چیه؟ صدا زد اسم ما مشکوره. صدا زد اگر چند تا سوال از شما بکنیم آیا ناراحت نمیشی؟ گفت چرا ناراحت بشم؟ گفت چه سوالی داری بچه های عزیزم؟ گفت آیا پیغمبر خدا را میشناسی؟ گفت بله پیغمبر مایم. گفت آیا علی مرتضی را میشناسی؟ گفت بله امام اول من هست. آیا امام حسن را میشناسی؟ گفت بله امام دوم ما هست. آیا امام حسین را میشناسی؟ بله امام سوم ما هست. آیا فاطمه زهرا را میشناسی؟ بله او دختر پیغمبر خدای است. او شفیع روز قیامت است. آیا مسلم ابن عقیل را میشناسی؟ مشکور صدا زد بله میشناسم. غرض شما از این سوالا چیه؟ مسلم را چند روز قبل در کوفه به شهادت رسانید. یک مرتبه بچه ها صدا زد های مشکور زندانبان، ما بچه های مسلم ابن عقیلیم، ما فرزندان مسلم ابن عقیلیم، ما یتیمان مسلم ابن عقیلیم. مشکور زندانبان دلش بسیار به رحم می آید، ناراحت می شود، اشک از گریبانش جاری می شود. اینجا دروازه زندان را باز می کند، میگه دروازه زندان باز، الان نیمه های شب است، ای فرزندان و یتیمان مسلم به هر طرفی که می خواهید یا را بروید حرکت کنید. انگشتش خود را برای محمد برادر بزرگتر میدهد. همین مشکور میگوید این برادر ما در قادسیه اونجا پلیس نگهبان شهر هست، این انگشتر ما را به عنوان نشانی اگر راه را گم کردید در قادسیه برای برادرم نشان بدید، او شما را راه مدینه را نشان داد. این انگشتر ما را برای برادرم در قادسیه نشان بدید. مشکور این خدمت بزرگ را انجام می‌دهد. بچه های مسلم از درون زندان کوفه آزاد می‌شود. بعد از آن به وسیله عبیدالله زیاد مشکور زندانبان را به قتل می‌رساند. اما بچه های مسلم می‌آید، از اونجا فرار می‌کند، داخل درخته های خرما خود را پنهان می‌کند تا این که کنیز خالص خالص ابن عروه برای آوردن آب یک کوزه‌ای در دست و مشت در دست داره، آمد برای که شش قرآن آب بیاورد و صلوات بلند بلند میخواهد از شش قرآن آب بیاورد. زمانی که آمد نزدیک شرط فرات، یک مرتبه دی در بالای همین آب یک دو تا نقش دو تا طیف بسیار زیبا و خوش قیافه افتاد. این مثل آینه مشخص است. به طرف بالا شاخه خرما نگاه کرد، دید دو تا طیف مانند دو تا دسته گل در میان شاخه های خرما خود را پنهان کرد. از اینا سوال کرد، اینا را پایین آمد، سوال کرد شما چی کاره هستین؟ اول اینا ممانعت کرد، بعدا اینها گفتند ما بچه های مسلم ابن عقیلیم، به طرف مادر ما شهر مدینه می رویم، الان راه را گم کرده ایم. میگه کنیز حارس حارس عروه دوان دوان می آید به خانه، به خانم خانه که زن حارس خبر می دهد
که دو تا بچه های مسئول ابن عقیل در درون این درخته های خرمای میگه این خانون از جمله موالین بوده دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت بوده دوان دوان می آید این بچه های گل را بغل کرده می برد در درون خانه بدنش را شستشو می دهد لباس نو بر تن اینها می کند کاکل های اینها را به غنمالی و شانه می زند برایش آب و غذا می آرد و اینها را می خواباند در درون یک اتاق صدا می زند نور چشمان من شما خسته زله هستید در درون این اتاق بخوابید اما من یک شوهری دارم ظالم خارج ممکن از راه نرسد شما در درون این اتاق پنهان شد بچه ها در درون این اتاق خوابیده خارج شامی نیمه های شب آمد خسته و زله خانم سوال کرد خارج چرا ناراحتی؟ چرا اینقدر خسته و کبیر مشاهده می شویم؟ ایشان صدا زد خانم شما شنیده اید که دو تا طفلان مسلم از میان زندان کوفه فرار کردند برای ما جایزه تعیین کرده است 2000 درهم من برای این که جایزه را مستحق بشوم از سو تا الان اسب خود را دواندم شکم اسبم ترکیب من با پای پیاده داخل خانه آمدم نتوانستن این بچه ها را گیر بیاورد خانومش گفت صدا زد نصیحت کرد شوهر از خدا و پیغمبر و رسول بترس آخر در روز قیامت شما را مجازات میکنه با این کار گفته به خدا من فردا میروم تا این طفلان را از اطراف کوفه پیدا شد حارس شامی و حارس عروه مقدار نان زهرمار کرد و رفت در اتاق تا بخوابد اما یک زمان نسمه های شب محمد از خواب بیدار شد محمد و ابراهیم در درون اتاق دیگرند بچه های 7-8 ساله از خواب بیدار شد صدا رو به گریه و نامه بلند کرد صدا زد ابراهیم برادری عزیزم برخیز من یک خوابی دیدم و خدا قسم از خوابم معلوم می شود که این شب شب آخری عمری من شما برخیز با همدیگر را سیر ببینید با همدیگر بدا و خدا حافظی بکنید محمد ابراهیم دست از گردن همدیگر آمد ابراهیم صدا زد محمد برادر جان و خدا قسم من هم همین خواب دیدم چی خواب؟ خواب دیدم که پیغمبر خدا در بهشت است علی مرتضی در بهشت است فاطمه زهرا حسن و حسین بابای ما مسلم هم اونجا نشسته پیغمبر خدا رو کرد به طرف بابای هم مسلم آی مسلم چی گونه دلت طاقت آورد دو تا فرزندان کوچکت را در میان دشمن جا گذاشت چرا آنها را با هم با خود نیاوردی میگه بابای ما مسلم صدا زد یا رسول الله اون دو تا گلهای من و فرزندان یتیم من فردا در بهشت مهمان ماید از این خاطر میفهمم که میشه شب آخر عمر من صدای گریه اینها که بلند شد خالص از خواب بیدار شد رفت این اتاق تا اینکه کلید اون اتاق را پیدا کرد اتاقی که بچه های مسلم در را باز کرد دید دو تا طفل کوچکی مانند دسته گل و جوجه کبوتر دست به گردن همدیگر تمایل کرد و دار گریه می کنند خالص صدا از شما چی کاره هستید؟ من انتم و من وین اینها گفتن ما بچه های مسلم ابن عقیلیم هر شخصی که مهمان داخل خانش می آید احترام می کند اما عوض احترام خارج چند سیلی محکم به صورت بچه ها زد ای خواهر بر سر شما در خانه ما هستید من در میان بیابان ها به دنبال شما می گردم تا فرد دست بال اینها را به هم نگر بست فردا اونها را آورد در کنار شش فراد
به غلامش دستور داد اینها را به قتل برساند. غلامش قبول نکرد، خود را در میان رود فرات انداخت. به فرزند جوانش دستور داد، او هم قبول نکرد، شمشیر را به طرف حارث انداخت و خود را در میان دریا رودخانه فرات انداخت. بعد از آن خود حارث آمد جلو، شمشیر را از غلاف کشید، میخواهد سر بچه ها را از بدن جدا کند. اینجا محمد جلو می آید، صدا می زند، حارث اول سر مرا ببر. زمانی که به طرف محمد می رود، ابراهیم می آید، صدا می زند، حارث اول سر مرا از بدن جدا کن. زمانی که اینها می فهمند، سر اینها را از بدن جدا می کند، اینها را به شهادت برساند، اینها یک تقاضا می کند. تقاضایشان چیه؟ صدا می زند، حارث ما را زنده ببر نزد عبیدالله زیاد، تا عبیدالله زیاد ممکنه دیرش ترحم بکنه، ما را آزاد بکنه و خدا مادر من در مدینه چشمش بزور. حارث قبول نمی کنه، بعد از آن درخواست دیگر می کنه، الان حارث مرا قبول نمی کنی، مرا زنده ببر در بازار بفروش، تمام جایزه ای که عبیدالله زیاد برای شما بده از بازار دریافت کن، این را هم قبول نمی کنه. بچه ها صدا می زنه، آی حارث الان که قبول نداری بگذار ما چند دقیقه نماز بخوانیم. این بچه ها حضور می گیره، به نماز استاده می شود، به قنوت نماز دسته های خود رو به طرف آسمان بلند می کند. یا حی یا حکیم ارحم بیننا و بینه بالحق. ای خداوند حکیم، ای خالص دلش رحم نمی کند، خدای خودم حکم کن بین من و برادرم و بین حارث که ما را تسلیم دارد به شهادت برساند. حارث ملعون چی کار میکنه؟ اینها را میخواهد به شهادت برساند. میرود به طرف برادر کوچیک، میخواهد سر ابراهیم را از بدن جدا کند. برادر بزرگتر جلو میآید، نمیگذارد. به طرف محمد میآید، ابراهیم نمیگذارد. بعد از آن محمد جلو میآید، صدا میزند، حارث تو را به خدا و پیغمبر قسم اول سر مرا ببر. چرا؟ برای اینکه زمانی که از شهر مدینه خارج شدیم، مادر من دست برادرم ابراهیم را به دست من داده، آخری امانت مادرم است. خدایا حارث چه کار میکنه؟ اول سر محمد را بدن جدا میکنه، بدنش را در میان رودخانه فرات میاندازم، نه بعد از آن سر ابراهیم را از بدن جدا کردم، نه بدنش را در میان رودخانه فرات میاندازم. هر حاجت داره بسم الله و خدا قسم این شمشب حاجت گرفتن، این شمشب حاجت گرفتن از بچه های مسلم، حاجتتون را بگیرید، سر بچه ها را در میان توبره گذاشته میآورد در کنار قصر دارال اماره ابن زیاد، داخل اتاق عبیدالله زیاد میشه، سرهای بریده را در میان خریطه در میان توبره کنار زمانی که توبره را باز میکنه، عبیدالله زیاد با اون قساوت قلبی که داشت میگه سه مرتبه از جا بلند میشه مینشینه، صدا میزنه لا حول ولا قوت الا بالله. آی حارث ملعون که دو سر بچه ها را از بدن جدا کن، مگر من به شما گفتم که سر بچه های
دشت کشن نیاید خارج چه کار کرده بود پیراهن بچه ها را تسلیم عبید الله زیاد کرده سزا زدی بچه ها و زیاد کرده بونه که این لباس های مرا به دستی کاروان بفرست در مدینه نگر مادری بچه ها در دراهی مدینه نشسته به اومد تا کاروان بیاید خبری از بچه ها بیارم رئیسی کاروان مسمار مسته را تسلیم مادر بچه های افطار مسلم میکنم مادری بچه ها بیاید در آخر کوچه بنی هاشم صدا بزند ای زنهای بنی هاشم بیایید سوغاتی از بچه های ما از کوفه آمده نمیدانی سوغات چیه اما تمام زنها جمع میشود دستان بسته را بارو میکنه یک مرتبه چشمانی را به لباس های پرخونی بچه های مسلم بیاید صدا را به صدای باوی بتا أي منقلب ينقلبون